سلام و وقت بخیر به عزیزانی که با ما در برنامه نگاهی به نظرات شما همراهید. حتما به یاد دارید شبی که کیان به شهادت رسید. نوجوان دیگه‌ای به نام آرتین رحمانی، نوجوان 16 ساله اهل روستای پیان ایزه، در همین جریانات حمله و تیراندازی به مردم معترض توسط پاسداران جنایتکار خامنه‌ای کشته شد. روح این شهید سرفراز شاد. مادر شهید خانم هنگام چوبین پستی در اینستاگرامش گذاشته با این مضمون: به عکس های آرتین نگاه کنید. آرتین آرزو داشت به تهران بیاید، اما شما بی‌رحم‌تر از اون هستید که بگذارید جوانان ما به آرزوهایشان حتی فکر کنند. ماشین کشتارتان را روشن کردید، یا به رگبار بستید یا زدید، یا کور کردید، یا با رذالت تمام گفتید خودکشی کردند. به آرتین نگاه کنید، به ماشین زیر پایتان که از روی خون جوانان ما می‌گذرد. جناب سردار، جناب فرمانده، از ماشین انتقام و نفرت ما مادران و پدران داغدار بترسید. ما خاموش نخواهیم ماند تا روز پیروزی صدای فرزندان این وطن خواهیم بود. درود بر این مادر شجاع و دادخواه که این چنین مستحکم ایستاده. زبان مادری عربم ترکم، من پسر ایرانم، وقتی آریم نماد جرعه دهر خودم، من ترس شما بازی وطن، انتها برزخ خودم، دهشت شما سرباز حدم. پیام قوی مادر رو شنیدیم، حالا نگاهی به نظرات شما بیندازیم. در کامنت اول کاربری هم صدا با مادر خطاب به رژیم هشدار میده و مینویسه: ما خاموش نخواهیم ماند تا روز پیروزی صدای فرزندان این وطن خواهیم بود. کاربر بعدی وعده راه شهیدان که همانا آزادی میهن باشه رو میده و مینویسه: شما قهرمانان وطن، شما راه سربلندی و آزادگی رو انتخاب کردید و ما راه و یاد و نام شما رو ادامه میدهیم. کامنت بعدی به خیال خام قاتلان رژیم اشاره میکنه و مینویسه: سعی کردند ما رو دفن کنند، دریغ از این که ما بذر بودیم. کاربر بعدی خطاب به مادر که او رو تنها نخواهند گذاشت مینویسه: قصه نخور مادر، ما همه فرزند تو هستیم. قطعاً جای پسرت رو نمیتوانیم پر کنیم، اما جان برکفیم در راه تو. در کامنت بعدی کاربر علت انتقام به خاطر این عزیزان رو میگه و مینویسه: ما انسان‌های با شرف و با عشقی رو از دست دادیم و تا روز انتقام خون پاکشان پا پس نمی‌کشیم. کاربر بعدی وظیفه هر ایرانی نسبت به چنین قهرمانانی در میهن رو بیان می‌کنه و می‌نویسه: شرافت در وجود تمام قهرمانان راه آزادی ما موج می‌زنه و تنها راه باقی مونده ما قطعاً فقط و فقط پیروزی است علیه ضحاکان زمانه و همه ما باید کاوه شویم برای تقاص خون پاک قهرمانان و آزادی. کامنت بعدی علت حک شدن نام و یاد شهیدان در قلب ایرانیان رو گفته و می نویسه: آرتین پسر زیبا، شجاع و قهرمان ما، تو جاودانه شدی برای یک ملت آزادی خواه، برای ایران. نامت تا ابد در قلب و وجود ماست. کامنت آخرم وصیت به یاد ماندنی آرتین خطاب به مادرش رو آورده و می نویسه: تلخ‌ترین وصیت تاریخ جمله‌ای بود که آرتین برای مادرش نوشت و من هنوز با یادآوری این جمله وجودم می لرزه. وای به حال مادرش. Thank you.
به راستی که با وجود چنین مادران شجاع و دلیری، همپیمان و همقدم در دادخواهی خون این شهیدان تا کسب آزادی میهن به پیش خواهیم رفت. دیگه نمیخواهیم جوانان میهن ما معصوم و بیگناه به دست دشمنان وطن پرپر شوند تا بتونند ایرانمون رو آباد و آزاد نگه دارند. با تشکر از همراهی شما و به امید دیدار مجدد.